شماره 1، آژاکس. از آژاکس رویایی لوی فن خال که قهرمان اروپا شد تا آژاکس شگفت‌انگیز اریک تن هاگ، هسته اصلی آژاکس متشکل از بازیکنان آکادمی آژاکس بودند. بازیکنانی که توی این باشگاه تمرین میکنن و رشد میکنن و تبدیل به یه قهرمان میشن. آژاکس با فروختن این قهرمانای جوونش کلی پول به دست میاره. طبق برآوردهایی که شده فقط از سال 2017 به این سمت آژاکس 307 میلیون یورو سود مالی به دست آورده که خب این خودش یه رکورد محسوب میشه و این یکی از سیاست‌های سنتی باشگاه آژاکسه که بازیکن تربیت کنه و با اونها جام ببره و آخرش هم اونها رو بفروشه و کلی سود به دست بیاره. شماره 2، بورسیا دورتموند. بعد از جدایی یورگن کلوپ و بودن بایرن تو بوندسلیگا و تیم‌های قدرتمند اروپایی، دورتموند تو سال‌های اخیر کمتر موفق و کسب جام شده. اما حتی عدم موفقیت تو کسب جام هم باعث نشده تا مدیرای دورتموند از سیاست همیشگی خودشون، یعنی خرید بازیکن‌های با صدای تیم‌های دیگه، تبدیل این بازیکن‌ها به ستاره‌های بین‌المللی و فروختن اونا با کلی سود به تیم‌های متمول دست بکشن. از زمانی که میشای زورک مدیر ورزشی دورتموند شده، این باشگاه تونسته چیزی حدود 475 میلیون یورو پول از فروش بازیکن‌هاش به دست بیاره و فقط 305 میلیون برای خرید بازیکن‌های جدید هزینه کرده. و این یعنی سود خالص. هنریک میخیتاریان، مات هوملز و عثمان دمبله فقط چند تا از بازیکنایی هستن که دورتموند اونا رو با قیمت ارزون خرید و با کلی سود اونا رو به فروش رسونده. شماره 3، یوونتوس. آندرا پیرو، کارلوس تِوِس، کینزی کومان، سامی خدیرا، پاتریس اِورا، دنی آلوز، امر جان، آرون رمزی و آدرین رابیو. اگه یه تیم باشه که بتونه همه این ستاره‌ها رو بدون پول خرج کردن جذب کنه، اون تیم مطمئناً یوونتوسه. اما یوونتوس این سیاست موفقیت‌آمیز خودش رو مدیون نابغه‌ای به نام ژوزپ ماروتاس. ماروتا تو دوران حضورش توی یووه بنای بازگشت بانوی پیر رو به قله ایتالیا و اروپا گذاشت. این ماروتا بود که کنتر رو به یووه آورد تا سه تا قهرمانی متوالی رو برای یووه‌ها به دست بیاره. بعد از جدایی کنته از یوونتوس یه بار دیگه ماروتا دست به کار شد و پیشنهاد امضای قرارداد با الگری رو روی میز گذاشت. اگرچه اولش تورین زیاد از الگری به خاطر اینکه معتقد بود یه میلیونرستاس استقبال نشد، اما ادامه دادن به سلطه یووه تو ایتالیا و رسیدن به دو فینال اروپایی یه بار دیگه نشون داد که ماروتا باز هم تصمیم درست رو گرفته. فقط ماروتا میتونه بازیکن‌های بالای 30 سالی مثل پاتریس اِورا و دنی آلوز رو که تیم‌هاشون فکر می‌کنن دوران اونا به پایان رسیده رو به صورت رایگان به تیمش بیاره و بعد از سپری کردن یک یا دو سال تو هم با موفقیت با اونها خدافظی کنه. حالا بماند که کینزلی کومان و پوگبا رو به صورت رایگان به یوونتوس آورد و به ترتیب اونا رو با 40 و 100 میلیون یورو به بایرن و یونایتد فروخت. شماره 4، بایرن مونیخ. شاید همین یه عکس از ترکیب بایرن جلوی بارسا کافی باشه تا بفهمیم بایرن چقدر خوب تو نقل و انتقالات کار میکنه. کل ترکیب بایرن 90 میلیون یورو و فقط آنتوان گریزمان 90 میلیون یورو. و نتیجه؟ احتمالاً هوادارهای بایرن میدونن که این موفقیت تو زمینه جذب بازیکن رو مدیون کارل هایرز رومینگ هستن، دوست صمیمی ماروتا، که اتفاقاً خیلی از تاکتیک های نقل و انتقالاتشون رو مثل خرید رایگان بازیکن ها شبیه به هم انجام میدن. چند سال پیش اولی هوینس، رئیس سابق و افتخاری حال حاضر بایرن، طی مصاحبه با تمجید از رومینگ و ماروتا گفت: بایرن خیلی از موفقیتش مدیون رومینگ است. فکر میکنم ماروتا خیلی از تاکتیک های نقل و انتقالاتی خودش از رومینگ الگو برداری کرده. ماروتا و رومینگ دو تا از بهترین مدیرای ورزشی هستن. بایرن تیمی که اصولی خرج میکنه. اونا فوق ستاره مثل لواندوفسکی و استعداد مثل گورسکا رو با انتقالی آزاد جذب کردن و هجوبای مثل سرچ گنبری، آلفونسو دیویس و یاشوا کیمیش رو جمعاً با 26.5 میلیون یورو به تیمشون آوردن. علاوه بر همه اینا، بایرن با آکادمی خودش هم توجه خاصی داره و بازیکنان مثل شوانی و فیلیپ لام و همینطور توماس مولر کسایی هستن که از آکادمی بایرن به تیم اصلی رسیدن و حالا جزو اسطوره‌های باشگاه حساب میشن. حتی اگه یه تیم باشه که دو بازیکن رو با مبلغ نزدیک به 400 میلیون یورو جذب کنه، بایرن باز هم به سیاست‌های خودش پایبند میمونه و در آخر همونا رو شکست میده. شماره 5، اتلتیک بیلباو. پرافتخارترین تیم اسپانیا بعد از روال، بارسا و اتلتیکو به خاطر یه قانون خاصش مورد تحسین خیلی‌ها قرار گرفته. طبق رسم دیرینه این تیم باسکی فقط با بازیکنهای قرارداد حرفه‌ای امضا میکنه که اصالتا اهل یکی از هفت منطقه ایالت باسک باشن. گرچه نمیشه کاری که بیلباو انجام میده رو، یعنی میدون دادن به بازیکنهای بومی و ایجاد حس وفاداری به باشگاه رو زیر سوال برد، اما این سیاست بیلباو در کنار همه تحسین کننده های زیادی که داره منتقدانی هم داره.
و این در حالیه که اونا اخیراً با بازیکنایی که خارج از منطقه باسک اما نزدیک به منطقه هفتگانه هم هستن قرارداد امضا میکنه و کمی توجهشون رو به اطراف منطقه باسک هم معطوف کردن. بیسنت لیزاروزو، آریز آدوریز، آندره هررا، خاوی مارتینز، امریک لاپورته و کپا چند تا از بازیکنایی هستن که از بیلباو به دنیای فوتبال معرفی شدن و اسم خودشون رو سر از زبون ها انداختن.